در آن روز با خیالی آسوده در خانه نشسته بودم و به اتفاقات عجیبی که برایمان در چند وقت اخیر رخ داده بود فکر می‌کردم که ناگهان تلفنم زنگ خورد. تلفنم را جواب دادم. از بیمارستان بود. شخصی که پشت خط بود به من گفت شما شخصی به نام عبدالرحمن می‌شناسید؟ گفتم بله، برادرم هست. خانم پرستار ادامه داد و گفت خدا صبرتون بده، برادر شما به رحمت خدا رفته، باید سریعاً به بیمارستان بیاین و جنازه برادرتون رو تحویل بگیرید. من شوکه شدم و زبونم قفل شده بود. اصلاً باورم نمی‌شد و زمین به دور سرم می‌چرخید و صد تا سوال توی ذهنم بود. چرا این اتفاقات توی زندگیمون داره می‌افته؟ اصلاً چه اتفاقی افتاده بود که برادر من باید به خاطرش بمیره؟ این واقعه کاملاً بر اساس واقعیت روایت شده و این داستان از زبان شخصی از استان العریده در شرق جیزان نقل شده است. قبل از تماشای این ویدیو چنل یوتیوب ما را سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله رو بزنید و برای حمایت از ما فقط کافی است که این ویدیو رو لایک کنید و در ادامه با چنل آمازون تیوی همراه باشید. عبدالکریم صاحب داستان میگوید وقتی به خودم اومدم اصلا توان ایستادن نداشتم و نایی برای رفتن به بیمارستان در جسمم نبود، اما به هر زحمتی بود به راه افتادم تا خودم رو به بیمارستان برسونم. در راه به یاد مادرم افتادم. او هم در همین سال بی دلیل و ناگهانی فوت کرد. آخر چطور ممکن است؟ نکند همه این اتفاقات به آن ماجرای عشق و عاشقی برادرم با آن دختر ایرانی مرتبط است. به بیمارستان رسیدم و علت مرگ برادرم را جویا شدم. خانواده اش بیان می کردن که چند روزی بدنش به شدت ضعیف شده بود و چیز مهمی نبود، تا اینکه یک روز وسط پذیرایی از حال رفت و زمین خورد. بلافاصله به بیمارستان منتقلش کردیم و پس از 3 روز بالاخره امروز فوت کرد. پزشکان هم که عبدالرحمن رو معاینه کرده بودن و از او آزمایش گرفته بودن تا علت فوت رو بفهمند چیز خاصی متوجه نشده بودن و همه چیز بدن او سالم و نرمال بود. عبدالکریم کارهای ترخیص جنازه برادرش رو انجام داد و برادرش رو در کنار مادرش دفن کرد. وقتی عبدالکریم به خانه برگشت مدام به خاطر جدایی از برادرش گریه می کرد و احساس می کرد چیزی غیر عادی وجود داره. ناگهان خاطره یک ماه پیش خودش رو به یاد آورد. او خاطرش اومد که برادرش اون رو صدا کرد و گفت عبدالکریم من رو بگیر که دارم خفه میشم. عبدالرحمن قبل مرگش حدود 1 ماه پیش پس از فوت مادرش دچار تشنج بدی شد و هرچی هم از او دلیلش رو میپرسیدیم جواب نمیداد و تفره میرفت. من با خودم فکر کردم شاید به خاطر مرگ مادر اینطور رفتار میکنه و هنوز توی شوک هست. توی همین فکر و خیالها بودم که خوابم برد. توی خواب دیدم که نشستم جلوی قبر مادر و برادرم و زار زار گریه میکنم. در همین حال بودم که یهو تمام دنیای اطرافم سیاه و تاریک شد. قبر برادرم عبدالرحمن شکافته شد و برادرم در حالی که برهنه و عریان بود از قبر بیرون آمد و با صورتی رنگ پریده و چشمانی متورم به من نگاه کرد و فقط یک اسم آورد: مائده. این اسم همان دختر ایرانی بود که برادرم عاشقش شده بود. از خواب برخاستم و 2 رکعت نماز خواندم و نشستم برای مادر و برادرم طلب استغفار کردم. دوباره به رخت خواب رفتم و خوابیدم. دوباره خواب برادرم رو دیدم. اون وسط قبرستان کفن پیچ شده بود و فقط صورتش پیدا. در خواب یک زن هم که چهرش مشخص نبود و پشتش به من بود حضور داشت، ولی او با یک میله آهنی بلند داشت برادرم رو شکنجه می داد و میله رو در دهان و چشم برادرم فرو می کرد. من در خواب توان حرکت کردن نداشتم و وقتی که برادرم فریاد می زد و از من کمک می خواست نمی تونستم کمکش کنم. ناگهان زن دست از عذاب برداشت و برگشت به من نگاه کرد. نگاه ترسناکی داشت. چهره او خیلی برام آشنا بود، ولی انقدر که در خواب ترسیده بودم نمیتونستم به خاطر بیارم که این چهره رو کجا دیدم.
از خواب پریدم و به خاطر دو خواب تلخی که برای برادرم دیده بودم حسابی کلافه و به هم ریخته بودم. بیرون رفتم و پس از چند ساعت به خونه برگشتم. داخل خونه بوی بی‌نظیر غذا می اومد و یک غذای خوش عطر و تزیین شده روی اوپن آشپزخونه بود. شاید این موضوع از نظر خیلی از شماها طبیعی باشه، ولی من بعد از برادر و مادرم تنها زندگی می کردم و در اون لحظه تعجب کرده بودم که این غذا رو چه کسی درست کرده و اینجا گذاشته. خونه رو زیر و رو کردم ولی کسی نبود. وحشت کرده بودم و ابتدا از خوردن غذا ترسیدم و شروع کردم به خوندن چهار قول آیت الکرسی. اما بعد از چند ساعت خیلی گشنم شد و اون غذا بهترین بو و ظاهری که میتونید تصور کنید رو داشت. در حال خوردن غذا بودم که در شیشه آشپزخونه دیدم که یک زن با موهای بلند پشت سرم ایستاده و چون موهاش روی صورتش بود چهرش برام قابل تشخیص نبود و یک جامه سفید و زیبا بر تن داشت. ترسیدم و به سرعت برگشتم تا ببینم چه کسی پشت سرم هست، ولی هیچ کس نبود. خیلی وحشت کرده بودم و با خودم گفتم احتمالاً اثرات بیخوابی و فشارهای عصبی این چند روز و توهم زدم. ولی آخه پس این غذایی که خوردم کار کیه؟ یک لحظه به ذهنم خطور کرد که شاید این زن با زنی که دیشب در خوابم برادرم رو شکنجه می‌کرد نسبتی داره. اصلاً این زن چه ربطی به اون دختر ایرانی و برادر من داره؟ این سوالات داشت دیوار مغزم رو سوراخ می‌کرد. در همین حال ماجرای مائده معشوقه ایرانی برادرم در ذهنم مرور شد. برادر من تاجر بود و به کشورهای مختلفی سفر می‌کرد. در یکی از این سفرها عاشق یک دختر ایرانی شده بود، ولی وقتی از او تقاضای ازدواج کرده بود، اون دختر ایرانی با درخواست برادرم مخالفت کرده. ولی برادرم عبدالرحمن بی خیال مائده نشد و به خودش قول داده بود تحت هر شرایطی دل اون دختر رو به دست بیاره. من به اون میگفتم اون دختر رو ول کن، تو تاجری، برای تو موردهای خوب و زیادی توی کشور خودمون هست. ولی اون دلباخته مائده شده بود و متاسفانه تصمیم گرفته بود از طریق طلسم و دعانویسی ازدواج با اون دختر رو در سرنوشت خودش جای بده. هرچه من و اطرافیان برادرم اون رو منع می کردیم فایده ای نداشت و اون به جنگ مستقیم با خدا رفت. برادرم عبدالرحمن راهی مراکش شد. به همه گفته بود که برای تجارت میره، ولی من میدونستم که اون قراره در اونجا یک جادوگر رو ملاقات کنه. وقتی برادرم از سفر برگشت رفتارهای عجیبی انجام میداد. شبها در حالی که کتابهای عجیبی در دست داشت از خانه بیرون میرفت و وقتی از اون میپرسیدم کجا میری یا این کتابها چی هستن، میگفت پیش فلان دوستم میرم یا این کتابها مال فلان شخصه. برادرم به مدت یک هفته به این رفتارهای عجیبش ادامه میداد. خودش در آخر گفت که جادوگر به او قول داده که علاوه بر اینکه موفق به ازدواج با مائده میشه، بلکه به ثروت و خوشبختی زیادی هم میرسه. حالا عبدالکریم شستش با خبر شده بود که دقیقاً داره چه اتفاقاتی میفته و با به خاطر آوردن این ماجراها خیلی از مسائل برای اون روشن شده بود. عبدالکریم ادامه میده که بلافاصله بعد از به یاد آوردن این ماجرا وارد اتاق برادرم شدم تا ببینم نشانه یا سرنخی پیدا میکنم یا نه. در اتاق یک کتاب آشنا از همونهایی که برادرم بیشتر اوقات همراهش بود به چشمم خورد. وقتی کتاب رو باز کردم یک کاغذ از لای اون افتاد که روی اون نوشته شده بود عایشه جندیشه و در اون آثاری از محلول زعفران و تلسمات و حروف عجیب و غریب بود. مدام از خودم میپرسیدم که عایشه جندیشه کیه و چه ارتباطی با برادرم داره. با خودم گفتم انشاءالله فردا صبح نزد امام جماعت مسجد میرم و از اون سوال میکنم و بعدش هم خوابیدم. برای بار سوم برادرم رو در خواب دیدم که در قبرستان من رو صدا میزد و از من کمک میخواست. به اون گفتم چطوری میتونم کمکت کنم؟ اون گفت من به خدای یگانه کافر شدم و من با شنیدن این حرف از خواب پریدم. نزد امام جماعت مسجد رفتم و تمام اتفاقات رو برای اون با جزئیات تعریف کردم. شیخ به من گفت ای عبدالکریم، به احتمال زیاد خانه تو توسط یک شیطان یا یک جن کافر تسخیر و طلسم شده و به احتمال زیاد او برادرت رو اذیت میکنه
و تو چاره‌ای جز خواندن قرآن و پناه بردن به خداوند متعال نداری. سعی می کردم در اغلب اوقات به گفته های امام جماعت مسجد عمل کنم و توی خونه قرآن بخونم، ولی بعضی اوقات هم فرصت نمی شد. گذشت و گذشت تا اینکه یک روز از محل کار به خونه برگشتم و دوباره روی میز غذا و چند مدل میوه و نوشیدنی دیدم. سعی کردم که وجود اون موجود رو نادیده بگیرم و خیلی طبیعی رفتار کنم و مشغول خوردن شدم. اما دقیقاً در همین لحظه که من سعی کردم اون رو نادیده بگیرم، اون بر من ظاهر شد. ناگهان توی خونه چراغ‌ها خاموش شد و من احساس کردم یک نفر کنارم نشسته. ابتدا سعی کردم اون رو از خودم دور کنم، ولی دست و پاهام کاملاً قفل شده بود و نمیتونستم حرکتی کنم. وقتی نگاش کردم، همون زن عجیب و غریب بود. اون به من گفت من عایشه هستم، همزاد همان معشوقه برادرت. از من نترس، برادرت من رو احضار کرد تا اون رو به آرزوهاش برسونم. اگر قول بدی که دیگه در این خونه دعا و نمازی نخونی و دست به قرآن نبری، من هم قول میدم تو رو به تمام آرزوهات برسونم. من خودمم در اختیارت قرار میدم و تو رو ثروتمند میکنم، ولی اگر سعی کنی سرپیچی کنی، انقدر شکنجت میدم که تو هم به وصال برادرت برسی. عبدالکریم بیان میکنه که من میخواستم نام خدا رو صدا بزنم، ولی زبانم قفل شده بود و نمیتونستم کاری کنم. از شدت ترسم هرچه گفت قبول کردم و شروع به اجرای دستورات او کردم. پس نماز و قرآن را ترک کردم و حتی دیگر نام خدا رو به زبان نمی آوردم. عبدالکریم بیان می کنه که اون رو زیباترین زن دنیا می دیده و با اون همبستر شد و پس از همبستر شدن با او نجس باقی مون. مهر و محبت آن شیطان هر روز در دل عبدالکریم بیشتر می شد و نزدیک به یک ماه بود که او از خانه بیرون نرفته بود تا کسی اون رو نبینه. امام جماعت مسجد از اهالی محل پرسید که عبدالکریم کجاست؟ همسایگانش گفتند ای شیخ، اون توی خونشه و مدت زیادیه که بیرون نیومده و بعضی از روزها هنگام غروب آفتاب از خانه اون صدای جیغ میشنویم و سپس صدا فروکش میکنه. شیخ بلافاصله ماجرایی که خود عبدالکریم چند وقت پیش برای او تعریف کرده بود رو به خاطر آورد. او به اهالی محل گفت ما همه باید نزد عبدالکریم بریم، زیرا او در خطر بزرگی هست. شیخ و کسانی که با او بودند در خانه عبدالکریم رفتند. به محض اینکه عبدالکریم در رو باز کرد، شیخ گفت او را بگیرید و شیخ شروع به قرآن خواندن کرد. به خدا پناه میبریم از شر شیطان ملعون. بسم الله الرحمن الرحیم. شیطان به شما وعده های دروغین میدهد و شما را به فحشا امر میکند و خداوند به شما وعده آمرزش می دهد و خداوند داناتر و حکیمتر است. عبدالکریم با وحشت به نقطه این نگاه می کرد و با صدای بلند فریاد می زد، گویی چیزی را می دید که جز او کسی نمی دید. شیخ که از داستان مطلع بود بدون توقف به خواندن قرآن ادامه داد تا اینکه عبدالکریم بیهوش شد، اما ناگهان خانه پر از مورچه شد. پس شیخ و اهالی محل عبدالکریم رو با خود به مسجد بردن و دور او قرآن خواندند و آب زمزم به او میپاشیدند تا اینکه به لطف خداوند متعال بیدار شد و حالش بهتر شد و همه اتفاقات رو برای شیخ تعریف کرد. حادثه‌ای که برای عبدالکریم و خانواده‌اش اتفاق افتاده بود، خبرش در تمام روستا پیچید. حالا در انتهای داستان به ما بگین که آیا تا به حال سعی کردین از سحر و طلسم استفاده کنید، یا کسی در زندگی شما با سحر و طلسم گره ای انداخته یا نه؟ خداوندا ما را در زمره بندگان مؤمن و صالح و فرمان بردارت قرار ده و از تلقینات شیاطین به تو پناه میبریم. خیلی ممنون که این ویدیو رو تا آخر تماشا کردین و برای بهتر شدن این کانال نظرات مفید خودتون رو توی قسمت کامنت بنویسید و این ویدیو رو برای دوستانتون شیر کنید. برای دیدن ویدیوهای جدید و جذابتر روی یکی از این ویدیوها کلیک کنید و برای عضو شدن به این کانال روی عکس کانال کلیک کنید. با تشکر تا ویدیویی دیگر، بدرود.